بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی ارواح التی حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و عزیزان حاضر و غایب، و خوشحالم که در این روزهای ارزشمند و در این محرم الحرام، ایام محرم الحرام، در خدمتتون هستیم با شرح دیوان آتشکده نیر تبریزی. امروز جلسه ششم اختصاص دارد به ذکر شهادت عون ابن عبدالله فرزند حضرت زینب علیها السلام. خب دیروز خدمت دوستان در مورد ذکر شهادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام سخنانی رو عرض کردیم و عرض کردم خدمتتون که نماد وفاداری در حادثه کربلا میشه گفت که حضرت ابوالفضل علیه السلام هست، ولی اگر این وفاداری رو در وسعت بیشتر بخوایم ببینیم و با دقت بیشتر به این مسئله نگاه بکنیم، بیشک حضرت زینب علیه السلام هم نماد دوم وفاداری در این حادثه خواهد بود. وجود مقدس حضرت زینب علیه السلام از بدو تولد در حقیقت شاهد مصائب و گرفتاری ها و مشکلاتی بوده که بر اهل بیت معظم به وجود اومده و تحت تأثیر گذاشته زندگی این بزرگواران رو. در حقیقت برای اینکه این مطلب بیشتر روشن بشه، بنده دوست دارم که کمی عقب‌تر برم و به زمان پیغمبر در حقیقت رجوع کنم، که همه شما عزیزان مستحضرید که ما یک حدیث و روایتی داریم به نام حدیث کسا یا پنجتن آل عبا. واقع اینطور هستش که در زمان پیامبر، روزی پیامبر عبای خودش رو بر روی سرش انداخته بود و دخترش یعنی حضرت فاطمه زهرا وارد میشه و میبینه پدر گرامیش رو. پدرش دعوت میکنه و میگه دخترم بیا در کنار من در زیر این عبا قرار بگیر. بعد از اون حسن و حسین هم به تبع مادرشون میان و در زیر عبا قرار میگیرن و بعد از مدتی امیرالمومنین علی علیه السلام هم داخل میشه به اون محل و ایشون رو هم دعوت میکنن که به اون جمع بپیوندن. در روایت هستش که جبرائیل هم میاد و به اون جمع ملحق میشه و ام سلمه در حقیقت همسر پیامبر میاد و این صحنه رو که میبینه میگه که آیا من هم اجازه دارم که بیام در جمعتون باشم؟ پیامبر میگه نه، تو شما با اینکه ام سلمه واقعا از انسانهای بزرگ تاریخ هستن و واقعا یک زن متقی و نام‌آوری در عرصه معرفت هستند، ولی پیامبر با این وجود میگه که با اینکه تو زن بسیار خوبی هستی، ولی این جمع فرق میکنه. و در اونجا هستش که آیه تطهیر در حقیقت نازل میشه که میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. به این آیه آیه عصمت هم میگن، یعنی از این آیه برداشت میشه که بزرگان این پنجتن آل عبا و به ترتیب امامان دیگری که از نسل امام حسین هستند همه مشمول این آیه میشن و در حقیقت مقام عصمت رو دارا هستند و پاک از تمامی گناهان میباشند. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، خداوند میخواهد که هر گونه پلیدی رو از شما اهل بیت پاک کند و یطهرکم تطهیرا و تطهیر نماید شما رو. در این
جمع پنج نفر ما اگر دقت کنیم میبینیم که وجود حضرت فاطمه زهرا سلام الله به عنوان یک زن کاملا متمایز هست و ایشون به خصوص اگر در نزد پیامبر بالاتر از حتی وجود مقدس امیرالمؤمنین خطاب نشه، پایین تر از اون قرار نمیگیره. یعنی از دید پیامبر، خب پیامبر چهار دختر داشت و یکی از اونها، کوچکترینش در حقیقت حضرت فاطمه زهرا بود، اما نظر و عنایتی که به وجود مقدس فاطمه زهرا داشتن ماسوای تمامی فرزندانش و اقوام دیگرشون بود. و بالواقع حضرت فاطمه زهرا با اینکه عمر کوتاهی داشتن و به اون نحوی که باید شاید سخنانشون برای ما باقی نمونده و از فضایلشون بهره مند نشدیم، اما در حقیقت به لحاظ معرفتی در مقام بسیار والایی قرار دارن و این رو شاید مثلا افراد عادی مثل بنده نتونیم دقیق متوجه بشیم. این رو از سخنان و گفته های بزرگان دین میشه فهمید و درک کرد. روایتی وجود داره از ائمه، از چند تن از ائمه این روایت نقل شده که میفرمایند ما حجت خداوند برای مردم در روی زمین هستیم. یعنی نشانه خداوند در روی زمین برای انسانها وجود مبارک ائمه اطهار هستند. در ادامه میفرمایند ما حجت خداوند در روی زمین برای مردم هستیم و فاطمه زهرا حجت خداوند برای ما امامان هستند. از اینجا میشه فهمید که این وجود مقدس چه جایگاهی در اون مدارج معرفتی داره. یعنی ما اگر در ذهن ناقص بنده اگر بخوام این رو طبقه بندی رو گسترده بکنم و اون رو وسعت بدم، بزرگان دین مثل فرض کنید علامه قاضی طباطبایی ها یا فرض کنید امثال عرفایی مثل مولانا یا خیلی از عرفای دیگه که ما میشناسیم، اینها توسلشون معمولا به وجود مقدس ائمه بوده و از طریق وجود مقدس امیرالمؤمنین و باقی ائمه اون حجت و نشانه های خداوندی رو معمولا درک کردن و خود ائمه با توسل به وجود نورانی فاطمه زهرا علیها السلام به این به قولی سیر و به این نور میتونن دسترسی پیدا بکنن. این هستش که این وجود مقدس واقعا ناشناخته مونده در بین ما شیعیان و شاید هم سری از اسرار خداوندی هستش که اون غیرت الله و اون پرده های حجاب نورانی باید همیشه ستر کنه و این اسرار خاص رو آشکار نکنه. در حقیقت در کنار اینها ما یک صلواتی هم داریم، صلوات خاصه حضرت فاطمه زهرا که خیلی سفارش شده در مورد ایشون و پیامبر بارها، البته پیامبر گفتن که وقتی صلوات میفرستید صلوات رو ناقص نفرستید. گفتن صلوات ناقص چی هست؟ گفته که صلوات بر من کافی نیست، باید اللهم صل علی محمد و آل محمد گفته بشه، حداقلش اینه که آل محمد هم ذکر بشه. و در جاهای دیگه ای توصیه کرده که صلوات به فاطمه زهرا رو هم فراموش نکنید و این صلواتی که از ایشون رسیده به این حد هستش که میفرماید اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها. یعنی محور وجودی این پنج تن آل ابا، این خیمه ولایت در حقیقت خود فاطمه زهرا هست. میفرماید اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بر پدرش، یعنی فاطمه، صلوات بر فاطمه و پدرش و بعلها و بنیها و بر همسرش و دو پسرش و سر المستودع فیها و سری که به ودیعت نهاده شده در این وجود نورانی به عدد ما احاطه بهی علمه. که از صلوات های خیلی سفارش شده و واقعا عجیب هست این ذکر.
این رو میخوام یادآور بکنم که این محور وجودی خیمه ولایت در اون زمانی که بالاخره پیامبر صلوات الله علیه رحلت کردن و بعد با فاصله اندکی حضرت فاطمه زهرا به شهادت رسیدن، این محوریت میشه گفت منتقل شد به وجود مقدس حضرت زینب سلام الله، با اینکه ایشون در اون سن با در زمان شهادت مادر تقریبا 5 سال میشه گفت یا 6 سال سن داشتن از عمر شریفشون میگذشت، ولی با عنایت به این که دختران در اون زمان زود به سن بلوغ و در حقیقت کمال میرسیدن، یعنی معمولا در 9 سالگی یک دختر به حد بلوغ کامل میرسید در اون دوران، ایشون با این سن پایین اون نقش محوری رو که مادر در اون خانواده ایفا میکرد رو تقریبا میشه گفت به عهده گرفت. و با وجود این که حضرت امیر دیروز عرض کردم بعدها خب ازدواج‌های متعددی کردن با ام البنین و چند همسر دیگه‌ای که داشتن، ولی عنایت خاصی به این خانه و به این خانواده داشتن و خودشون هم وارث سرپرستی این 4 فرزند رو به عهده داشتن، یعنی امام حسن علیه السلام که فرزند ارشد بودند، امام حسین علیه السلام، حضرت زینب سلام الله و جناب ام کلثوم. خب این شرایط خودتون مستحضر هستید که بعد از 25-30 سال رفته رفته تلختر و دگرگونتر شد، یعنی بعد از 30 سال بود که تقریبا در سن 35 سالگی حضرت زینب پدر بزرگوارشون به شهادت رسیدند، اون هم در زمان نماز و در حال سجده، و اولین مصیبتی که بعد از مرگ مادر ایشون در حقیقت مواجه شدن همین واقعه ترور پدر گرامیشون یعنی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بود. بعد از اون خب جفاهایی که به برادر بزرگش به عنوان امام و خلیفه بعدی انجام میشد و بعد اجبار به صلح و روزگاری که خب اینها در کوفه زندگی میکردن به همراه پدرشون و حضرت زینب و جناب ام کلثوم و حسن و حسین همگی در کوفه بودن، در معیت پدرشون بودن. مشهور است که در اون زمانها حضرت زینب آموزش‌های فراوانی رو به زنان کوفه میداد و اتفاقا در بعد از واقعه عاشورا این زنانی که دوباره زینب رو میبینن و اون خاطره ها به یادشون میاد چه ناله هایی برای این فاجعه میکنن و حضرت زینب اونها رو ملامت میکنه که شما در مقابل این واقع نایستادید بلکه همراهی کردید و الان دارید در حقیقت ناله و زاری میکنید بر این ندانم کاری های خودتون. و اینکه حضرت زینب چقدر در اون زمان کوتاه مسنتر به نظر میرسید، یک پیری زودرس ایجاد شده بود بر اثر اون غم و غصه شدیدی که برای ایشون به وجود اومده بود. به هر حال این خانواده در کوفه زندگی میکردن و بعد از اون برمیگردند و در مدینه ساکن میشن. بعد از اینکه امام حسن علیه السلام صلح میکنه تصمیم میگیره که کوفه رو ترک کنه و در مدینه ساکن بشه. خب مصیبت بعدی میشه گفت که شهادت امام حسن علیه السلام هستش که ایشون هم به دلیل اون مسمومیتی که به خاطر اون اتفاق ناگوار افتاده بود و در حقیقت زنش که به وسوسه معاویه و اون تطمیعه هایی که کرده بودن به ایشون زهر خورانده بود به شهادت میرسه و حضرت زینب در حقیقت شاهد اون مصیبت بعدی هم در این واقعه میشه. در مورد امام حسین، انسی که بین حضرت زینب و امام حسین بوده همواره زمانزد عام و خاص بوده. اینکه چقدر این خواهر و برادر نسبت به هم یک عشق و علاقه و محبت خاصی داشتن، به نحوی که وقتی حضرت زینب ازدواج میکنه و به خانه شوهر میره، یکی از شروطی که برای شوهرش میگذاره این هستش که من هر وقت خواستم بتوانم حسین برادرم رو برم و ببینم و این ازدواج هیچ وقت نتونه مانع دیدار من با برادرم بشه. تا این حد علاقه و انس بین این خواهر و برادر وجود داشته. من بارها دیدم که در خانواده هایی که پسر و دختری در
به قولی اون سن کودکی وجود دارن، خواهر و برادری که بین خواهر و برادرهای دیگه که بزرگتر هستن، اینها از بقیه کوچکتر هستن، معمولا یک انس عجیبی بین این خواهر و برادر آخر به وجود میاد، یک محبت. من خیلی اینو شاهد بودم، در جاهای زیادی دیدم، و دقیقا این هم در اونجا اتفاق افتاده بود. و حضرت زینب که کوچکتر از امام حسین بود، علاقه شدیدی به امام حسین علیه السلام داشت، و همچنین امام حسین علیه السلام که علاقه وافری به حضرت زینب داشتن. خب این ازدواج حضرت زینب علیه السلام هم در حقیقت با عبدالله ابن جعفر صورت میگیره. عبدالله ابن جعفر، در مورد جناب جعفر طیار دیروز صحبت کردیم که ایشون از صحابه بزرگ و عموی پیامبر بودند و جانفشانی های خیلی زیادی در جنگ ها کردند، در راه اسلام انجام دادند، و نهایتا در غزوه تبوک فکر میکنم هستش که ایشون به شهادت میرسن، و نحوه شهادتشون هم مشابه شهادت حضرت ابوالفضل هست، یعنی دست ایشون در جنگ قطع میشه و پیامبر میگه که خداوند در اون دنیا به جای این دو دست جعفر دو بال بهش داده و در بهشت پرواز میکنه جناب جعفر. عبدالله فرزند جعفر هم یک انسان نمونه و ویژه‌ای هست و از انسانهای فرهیخته و بزرگواری هستش که در بنی هاشم وجود دارند، و وقتی خواستگاری میکنند از حضرت زینب، حضرت علی علیه السلام در حقیقت قبول میکنه و حضرت زینب هم قبول میکنه. تنها شرطی که گذاشته میشه همین اجازه ملاقات امام حسین بوده ظاهرا، و این وصلت صورت میگیره. حاصل این وصلت دو پسر هستن که یکی اون هست، اون ابن عبدالله، و دیگری محمد ابن عبدالله، که این دو برادر در حقیقت در حادثه کربلا حضور دارن، در کنار مادرشون حضور دارن. زمانی که قافله امام حسین تصمیم میگیرن کوفه رو مدینه رو ترک بکنن و به سمت مکه برن، جناب عبدالله بیمار بودن و قادر به همراهی و همسفر شدن با این قافله نبودن. ایشون با قافله سفر نمی کنن و در مدینه باقی میمونن، ولی با همه اون اوصاف حضرت زینب طی اون قول و قراری که با همسر گرامیشون داشتن میگن که من برادرم رو نمیتونم تنها بذارم و همراه برادرم خارج خواهم شد و ایشون رو نمیتوانم که تنها بذارم. بنابراین حضرت زینب همراهی میکنه، ولی همسر گرامیشون در مدینه باقی میمونه، و دو برادری که فرزندان حضرت زینب هستن هم در این قافله حضور دارن. عزت و احترامی که فرزندان دیگر امیرالمومنین، به خصوص حضرت ابوالفضل علیه السلام و برادران ایشون و دیگر اون افرادی که از بنی هاشم بودن و یا صحابه امام حسین، نسبت به حضرت زینب همواره مثال زدنی بوده. یعنی همون عزت و احترامی که به خاطر فرزند فاطمه بودن برای امام حسن و امام حسین قائل بودن، برای حضرت زینب هم دقیقاً همون عزت و احترام را قائل بودند. فقط اینکه حضرت زینب امام نبودند، فقط همین. یعنی همون عزت و احترامی که برای امام حسین قائل بودند، برای حضرت زینب قائل بودند. و در قافله، در اون کاروانی که حرکت می‌کردند، مشهور هست هر وقت مرکب حضرت زینب توقف می‌کرد و ایشون می‌خواست که از مرکب پیاده بشه، بدون استثناء حضرت ابوالفضل بود که زانو میزد در برابر ایشون تا ایشون پای مبارکشون رو بر روی زانوی حضرت ابوالفضل بگذارن و پیاده بشن و پایین بیان. این چونین اجر و قربی ایشون داشتن در این بین و در این زمین. و خب دست قضای روزگار این قافله رو و این کاروان رو به سمتی میبره که خب اطلاع دارین در حادثه عاشورا چه فجایعی پیش میاد. برادران حضرت زینب یکی یکی کشته میشن، فرزندانش یکی یکی کشته میشن، فرزندان برادرانش، هم فرزندان امام حسن و هم فرزندان امام حسین کشته میشن، و بعد هم خود امام حسین به شهادت میرسه، و بعد از اون هستش که قتل و غارتی که در خیمگاه ها به وجود میاد و حمله هایی که از طرف اون دشمنان به وجود میاد،
اوصافی هستش که خب در آتیه این در کتاب آتشکده اینها رو خواهیم خوند و جنایت هایی که انجام شده و ظلم هایی که انجام شده و بعد از اون اسارت اهل بیت و نگهبانی حضرت زینب از اهل بیت و همراهی اونها تا کوفه، شرایطی که در کوفه به وجود میاد، بخشش رو خدمتتون عرض کردم و گریه های حضرت زینب تا رسیدن به شام و به قولی شاهد بودن بر رأس شهدا بر روی نیزه ها. همه اینها صحنه های بسیار تلخی هستش که حضرت زینب همه اینها رو به جان میخره و کاروان رو، زنان و دخترانی که در اون کاروان بودن، همه رو حفاظت میکنه تا پای جان از همه اینها نگهبانی میکنه. فقط یک دختر کوچک امام حسین هستش که در روایت اومده که در شام دوباره اونجا شهید میشن، حضرت رقیه، و بعد بقیه اون افراد برمیگردن و به مدینه برمیگردن، میرسن به مدینه و ایشون خب میاد پیش همسرش و مابقی رو براشون تعریف میکنه و حال ماجرا رو براشون شرح میده. و این مسئله مهم که اگر حضرت زینب، وجود مقدس حضرت زینب نبود، شاید این نهضت عاشورا و مکتب عاشورایی به این نحوی که امروز برای ما مونده هیچ وقت باقی نمیموند. یعنی در اون صحرای دور افتاده که اینها با سانسور به قولی خبری که ایجاد میکردن و اون جنایت هایی که به وجود آوردن، به راحتی میتونستن که همه این اخبار رو از بین ببرن و این حادثه رو تقریبا خاموش بکنن و کسی وقعی بر اینها قائل نشه. ولی حضرت زینب سلام الله بودن که در مجلس ابن زیاد، در مجلس یزید و بعدها در مدینه شروع کردن و تمامی این وقایع رو یک به یک شرح دادن، توضیح دادن و تاریخ رو در حقیقت دوباره نگاشتن و برای ما باقی گذاشتن. همه این مکتب حسینی و نهضت حسینی رو در حقیقت ما مدیون وجود مقدس حضرت زینب سلام الله علیها هستیم و این حقیقتی است که همه بر روی این مسئله صحه گذاشتن. این هستش که ما باید در این بحث ها و در این گفتگوها در مورد اون سخنرانی هایی که عرض کردم در مجلس ابن زیاد و مجلس یزید، این رو هم عرض کنم که امام سجاد علیه السلام با اینکه خب البته بیمار هم بودن، ولی در تیررس این نابکاران بودن و اینها بارها تلاش کردن که امام رو شهید بکنن و اگر این اتفاق می افتاد در حقیقت این نسل امامت قطع می شد. و حضرت زینب یکی از کارهایی که کرده در یکی از مجالس، در حقیقت خودش رو به جلوی امام سجاد انداخته تا نتونن که ایشون رو شهید بکنن. تا این حد یعنی خطر جدی بوده و به همین خاطر امام سجاد علیه السلام در این مجالس، شاید حالا سخنانی از ایشون هم رسیده، صحبتهایی که کردن، ولی به اون حد نمیتونست که سخنرانی بکنه و حرفهاشو بزنه و این نقش هم باز افتاده بود به گردن حضرت زینب سلام الله. همه اینها رو گفتم که ما آمادگی ذهنی داشته باشیم که با چه شخصیتی در حقیقت ما روبرو هستیم و در مورد چه شخصیتی ما داریم صحبت میکنیم. متاسفانه در داستانهای مربوط به عاشورا، حضرت زینب همواره بعد از شهادت بیشتر یا در زمان شهادت مطرح میشه، ولی جناب نیر یک ابتکاری که به خرج داده، این زبان حال شهادت فرزندان حضرت زینب رو هم ذکر کرده. البته بعضی شعرا به این اشاره کردن، بعضا مطرح هم میشه، ولی زیاد معمول نیست و این خب واقعا بی‌انصافی هست که همچین شخصیت بزرگواری که پاره تن خودش رو در اون معرکه میاره و در حقیقت قربانی میکنه، این ذکر نشه. و جناب نگیر به حقیقت واقعا کار بزرگی انجام دادن و این ذکر شهادت رو هم در قالب اشعاری برای ما به یادگار گذاشتن. خب این اشعار رو انشاءالله قرائت میکنیم و توضیحاتی هم در مورد بخش‌های مختلفش خدمتتون عرض می‌کنیم.
شهادت حضرت اون ابن عبدالله فرزند حضرت زینب سلام الله علیها. چون عقیله دوده آل مناف، دخت زهرا بانوی سر افاف، تود حلم و بحر علم من لدن، بی معلم عالمی اسرار کن، گوهر والای دریای شرف، بطن زهرای بتول او را صدف، مظهر بانوی کبرای حجیز، مریم او را دایه و هاجر کنیز، دست عصمت رشته تار معجرش، سر ناموس نبوت چادرش، کوه صبر و مهد تمکین و وقار، کان غیرت درت و تاج افتخار، مام دهر از غم گشوده کام او، از ازل ام المصائب نام او، دید سالار شهیدان را فرید، بسته بر قتلش کمر قوم عنید، گفت با فرزند که ماه حجیز، من بدانت داشتم چون جان عزیز، کین چون این روزی رخم داری سفید، جان سپاری در ره شاه شهید. ببینید ابیات تا 8 بیت 9 بیت فقط توصیف حضرت زینب سلام الله علیها هست. عقیله در حقیقت انسان عاقل، یعنی عاقل وقتی به اون حالت صفت برترینش میرسه میشه عقیل، و در صورتی که مؤنث باشه میشه عقیله. حضرت زینب به عنوان عقیلت العرب معروف بودن، یعنی علاوه بر اون شأن و منزلتی که به لحاظ نسبی و عرفی داشتن، واقعا به لحاظ معارف درونی هم سرآمد و زبانزد تمامی انسان‌ها به خصوص بانوان اون دوره و عصر بودن. می‌فرماید چون عقیله دوده آل مناف، دوده یعنی دودمان، آل مناف در حقیقت برمیگرده به مناف جد پیامبر که پدر هاشم در حقیقت هستش، یعنی وقتی ما میگیم بنی هاشم، خود هاشم فرزند مناف هست. دخت زهرا بانوی سر افاف، اینجا به دختر حضرت زهرا بودن اشاره میکنه و همچنین به اون عفت و به قولی حجب و حیای اون حضرت. این سر افاف رو ستر و افاف هم خوندن، یعنی به این نفع که دخت زهرا بانوی ستر و افاف. اگر ستر بخونیم به معنی حجاب و پوشش میشه، اگر سر بخونیم سر افاف که زیباتر هست، در حقیقت اشاره داره به اون اسرار حجب و در حقیقت عفت حضرت. تود حلم و بحر علم ملدون، تود به معنی کوه هست، کوه حلم. حلم یعنی شکیبایی، پایداری. در حقیقت حلم علم با حکمت رو اطلاق می کنن. و بحر علم ملدون، علم ملدون اشاره داره به علم لدنی. علم لدنی اصطلاحی است که از قرآن اخذ شده و اشاره داره به علومی که در جان انبیا بدون واسطه معلم از طرف خداوند دریافت میشه. همون بیت مشهوری که از جناب حافظ داریم، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. همین علم لدنی که جان پیامبر رو فرا گرفت بدون اینکه ایشون به مکتب رفته باشه یا معلمی داشته باشه. آیا همچین علمی امکان پذیر هست؟ خب در تاریخ نشون داده شده که بله امکان پذیر هست، و ما افراد خیلی زیادی رو داریم حتی به غیر از پیامبران و انبیا که اونها به واسطه یک دریافت‌های درونی در حقیقت واجب این علم متعالی و علوم عالیه شدند، و حضرت زینب هم به واقع از این افراد بودند که
مخزن علم و علوم اسرار الهی بودند و بدون اینکه خب ایشون اون زمان مکتبی وجود نداشت برای کودکان یا به خصوص برای دختران، ایشون به راحتی کلاس‌های آموزشی داشتن و حتی از گفتارها و نطق‌هایی که از ایشون باقی مونده همه تصدیق می‌کنن که این نطق‌ها بی‌اندازه زیباست و کسی به غیر از دختر امیرالمؤمنین نمیتونه صاحب همچین نطق‌های گرانبهایی باشه. به اون نفی که ایستادن در مجلس یزید یا در مجلس ابن زیاد و سخنرانی‌هایی که کردن، کلماتی که به کار بردن، بی نهایت عجیب و حیرت انگیز هست. بی معلم عالمه اسرار کن. اسرار کن در حقیقت اشاره داره به آیه کن فیکون، یعنی اسرار خلقت. بدون اینکه معلمی داشته باشند ایشون، عالمه اسرار خلقت بودند. گوهر والای دریای شرف، بطن زهرای بتول او را صدف. وجود مقدس حضرت زینب مانند مروارید تشبیه میکنه که در بطن صدف حضرت زهرای بتول پرورش یافته و رشد یافته. مظهر بانوی کبرای حجیز. بانوی کبرای حجیز هم باز دوباره اشاره داره به حضرت زهرا علیه السلام. ایشون مظهر بانوی کبرای حجیز بودن، یعنی در حقیقت جانشین ایشون بود. مریم او را دایه و هاجر کنیز. مریم مقدس خب در عهد جدید به عنوان بانوی دو عالم شناخته میشه و بانویی هستش که اهل بهشت هست. عیسویان و مسیحیان ایشون را برترین بانوی عالم نام میدهند و اشخاص دیگری هم هستند، از جمله مادر حضرت موسی که خیلی به ایشون اشاره شده در عهد عتیق، و همچنین خواهر حضرت موسی، و همچنین حضرت هاجر که در حقیقت زن حضرت ابراهیم بودن. میگه که ایشون مقامی داشتن که حضرت مریم و حضرت هاجر در حقیقت دایه و کنیز ایشون به حساب میومدن. دست عصمت رشته تار معجرش. معجر به معنی همین روپوش یا روبند یا سربندی که وجود داشته، در حقیقت روسری که الان ما اطلاق میکنیم. این رشته های این معجر رو دست عصمت، دست خداوندی اینها رو بافته و به وجود آورده. سر ناموس نبوت چادرش، و چادر اون حضرت سر ناموس نبوت هست. کوه صبر و مهد تمکین و وقار. خب به درجه صبر حضرت اشاره کردیم که در اون مصائبی که در طول زندگی دیدند همواره با صبر همه این مصائب رو تحمل کردند. کوه صبر و مهد تمکین و وقار، کان غیرت درت و تاج فخار. کان یعنی معدن، معدن غیرت و مروارید تاج بزرگان. مام دهر از غم گشوده کام او. مادر روزگار، دهر یعنی روزگار، مادر روزگار از غم کام او را گشوده. از ازل ام المصائب نام او. مادر مصیبت هاست، تحمل کننده همه این مصائب هستند. دید سالار شهیدان را فرید، بسته بر قتلش کمر قوم عنید. وقتی که ایشون دیدن که حضرت ابا عبدالله یک به یک یارانشون به شهادت دارن میرسن و تنهاتر و تنهاتر میشن در میدان، و دیدن که اونها کمر به قتل ایشون بستن، قوم عنید یعنی قومی که عناد زیادی میکنه، گفت با فرزند که ای ماه حجیز، من بدانت داشتم چون جان عزیز، کین چون این روزی رخم داری سفید، جان سپاری در ره شاه شهید. ای فرزند، من برای این تو رو پروردم و عزیزت داشتم مانند جانم که این چون این روزی روی من رو سفید بکنی. و
جان سپاری کنی در راه حضرت شاه شهید حضرت ابا عبدالله. زان بدادم شیرت از پستان عشق، کین چنین روزت کنم قربان عشق. این شیری که به تو دادم برای این بود که آماده این قربانی شوی. بهر امروزت پدر نامید اون، که شوی نک اون سالار دکون. اون در معنی به معنای یار و یاور هست. پدرت برای این نام تو رو اون نهاد که امروز یاور سالار شهیدان باشی، سالار دو کون، دو جهان باشی در حقیقت. کین همه آوازها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. این بیت هم از مثنوی شریف هست و اشاره داره به اون ولادت حضرت مسیح که در قرآن هم ذکر شده. وقتی به دنیا آمد حضرت مریم ایشون رو در آغوش گرفته بود و وقتی سوال می‌کردند که این فرزند از کجا اومده و تو که شوهری نداشتی چطور صاحب فرزند شدی؟ هاتفی غیبی آمد و ندایی داد که مریم تو سخن نگو و به این فرزند اشاره کن. این فرزند خودش جواب خواهد داد، با اونها حرف خواهد زد. و در قرآن اومده که این حضرت مسیح در حقیقت در اون مهد برمیگرده، میگه که اینی عبدالله آتانی الکتاب، من عبد خداوند و بنده خداوند هستم که به من کتاب اعطا شده در حقیقت. و به این اشاره میکنه، میگه که این مولانا میگه که این آوازها از دهان شاه بود، از دهان خداوند بود، ولی از حلقوم عبدالله شنیده میشد. اینجا وقتی اشاره میکنه به نامگذاری حضرت جناب اون ابن عبدالله توسط عبدالله، میگه که اون نامگذاری هم از دهان حق بود، از حلقوم عبدالله شنیده شد. از دهان ابا عبدالله بود شاید که از دهان عبدالله شنیده شد. اون باید اسمش اون نامیده میشد تا در این روز یار و یاور حضرت ابا عبدالله میشد. وقت آن آمد که در میدان عشق، سر نهی چون گوی بر چوگان عشق. دیروز در مورد اون تمثیل چوگان براتون صحبت کردم که چطور مولانا این تمثیل گوی چوگان رو استفاده میکنه تا سیر ربانی سالک به سوی خداوند رو به اون تشبیه بکنه. سیری که در اون دست و پایی لازم نیست، مرغ دست آموز را با پر چه کار. اندران کویی که آن محبوب روز، عاشق بی دست و پا دارند دوز. همچون گویی باید شد و در پیش چوگان سلطان سیر کرد. و این گونه سیری سیر ربانی هست، سیری که با جذبه باشد و بدون اختیار. در حقیقت اینجا یک قدم هم فراتر میگذاره، میگه که این سر رو باید گویی کرد در برابر سلطان عشق. وقت آن آمد که در میدان عشق، سر نهی چون گوی بر چوگان عشق. همراهان رفتند هین بشکن قفس، که از هم آوازان نمانی باز بس. همراهان تو یکی یکی دارن به مقام شهادت میرسن، رحلت میکنند از این قفس، از این دنیای تاریک و به جهان باقی شتاب میکنند. باید تو هم از اونها عقب نمونی، باز پس نمونی. غبن باشد تو در این محبس خموش، بلبلان در بوستان گرم خروش. این مغبون بودن هست که تو در این قفس دنیا زندانی باشی و همرزمانت در بهشت برین هم آواز باشند و پرواز بکنند. پر برفشان سوی آن گلزار شو، هم نشین جعفر طیار شو. ببینید چقدر زیباست، مادری داره به فرزندش میگه که برو، برو به شهادت برس، برو هم نشین پدر بزرگت بشو، برو به سمت جنت. از این دوزخ زمینی رها شو، از این قفس آزاد شو. هین بنه رخ پای اسب شاه را، کن شفیعش شیب عبدالله را.
نمیگه که رخت رو بر پای شاه بذارها، میگه رخ را بر پای اسب شاه بگذار. این چنین ذلیلانه تمنا کن تا تو را اذن جهاد بده، اذن شهادت بده. و برای اینکه قبول کنه، شیب عبدالله یعنی محاسن پدرت رو هم شفیع کن، گرو بگذار که کند شاهت به قربانی قبول. شاید حضرت شاه تو رو به عنوان قربانی قبول بکنه. سرخ رو آیی به درگاه بتول، در حضور حضرت زهرا سرخ رو باشی، زرد رو نباشی، شرمگین نباشی. گفت خوش باشی بلا کشمام من، خود همین کار است عین کام من. نگران نباش مادر، این همین کام من هست، من آرزوی این کار رو دارم، من با جان و دل در طلب این راه هستم، در طلب این کار هستم. بند فرمان تو ام با رأس و عین، این سر من وین کف پای حسین. مادر نگران نباش، من با چشم و سر آماده اجرای فرمان تو هستم، این سر من و این کف پای حسین. مادرا من یادگار جعفرم، خود ز شوق جانفشانی میپرم. من یادگار پدر بزرگم هستم، از شوق این جانفشانی در پرواز هستم. گفت زینب که ای سلیل بی هما، رو کشی مادرت بادا حالا. ای فرزند بیمانند، بی هما یعنی بیمانند، برو که من هم شیر خودم را حلالت کردم. دست او بگرفت و بردش نزد شاه، گفت که ای محبوب درگاه اله، با هزاران پوزش آوردم برد، هدیه‌ای بهر فدای اکبرت. با عذر فراوان هدیه‌ای آوردم به درگاهت یا ابا عبدالله، برای فدا شدن در راه علی اکبرت، برای فدا شدن در راه فرزندانت. ای خلیل کعبه مقصود من، کن به قربانی قبول این رود من. رود یعنی فرزند پسر. ای خلیل کعبه مقصود، این فرزند من رو به قربانی قبول کن، که جز این یک تن سرور سینه ام، در دیگر نیست در گنجینه، دارای دیگری من ندارم، در این گنجینه ام. ببینید فرزند هست. مادران اینجا میتونن بفهمن که محبت مادر نسبت به فرزند تا چه حد میتونه باشه. این فرزند که دار و ندار مادری چون زینب هست، آورده شده و به فدای حضور حضرت شاه داره میرسه. هین تو یوسف، من عجوز یوسفم، جز کلافی نیست زادی در کفم. تو مانند یوسف هستی. به این داستان من جلسات پیشین اشاره کردم که اون پیرزن عجوزی که ایستاده بود در صف خریداران یوسف با کلافی در دست و همه شماتتش میکردن که یوسف به این زیبایی رو به کلافی نمیفروشن، این کار بیهوده چیست که تو میکنی در این صف ایستاده ای؟ و او گفت که من فقط میخوام در زمره خریداران یوسف نوشته بشم. اینجا حضرت زینب خودش رو تمثیل میکنه به اون عجوزه و میگه این کلاف، این فرزند من که آوردم برای قربانی تو، برای ارزش وجود تو در حد کلافی هم نیست ای یوسف پوزش پذیر. این تو یوسف، من عجوز یوسفم، جز کلافی نیست زادی در کفم. لطف کن ای یوسف پوزش پذیر، من تهی دستم بضاعت بس حقیر. این بضاعت من خیلی حقیر هست میدونم، ولی لطف کن و این بضاعت رو قبول کن. رخصتی ده تا کند اینک فدا،
جان به راه اکبرت ای مقتدا. اجازه بفرمایید که این جان خودش رو نه به راه شما بلکه به راه فرزند شما فدا بکنه. حتی این جسارت رو هم نمی کنه که این فرزند من میتونه فدای وجود شما بشه، بلکه نام فرزندش رو میاره. شه نبیره ای ام خود در برگره. جعفر در حقیقت جناب جعفر عموی امام حسین میتونه تلقی بشه. شه نبیره یعنی نواده اون عموی خودش رو در بر گرفت. شه نبیره عم خود در بر گرفت، آرزش بوسید و گفتا ای شگفت، این گرامی گوهر عم من است، غنچه نورسته آن گلشن است. این فرزند عموی من هست، این نواده عموی من هست، گنچه نورسته اون گلشن هست. چون روا باشد که آن نیکو پدر سوزد از ببخشید چون روا باشد که این نورسته گل خار گردد دست این قوم اوتل. آیا روا هست که این نورسته گل در دست این قوم پست خار و ذلیل بشه؟ چون روا باشد که آن نیکو پدر سوزد از داغ چنین زیبا پسر؟ آیا روا هست پدر ایشون که در مدینه هست از داغ این فرزند بسوزد؟ خواهرا داغ برادرهات بس، می ببر این میوه دل باز پس. ای خواهر من، داغ برادرهایی که خواهی دید برای تو بس است، داغ ابوالفضل برای تو بس است، این میوه دل خودت رو باز پس گیر. دست عباس جدا از پیکرت بس ز بهره سر زدن تا محشرت. همین داغ دست جدا شده عباس برای تو کافی است تا محشر بر سر خودت بزنی و عزاداری کنی. پیکر من غرق در خون دیدنت بس ز بهر عشق خون باریدنت. پیکر غرق خون مرا خواهی دید ای خواهر من، داغ قاسم آن مه نادید کام بس ز بهر ناده تا بازار شام. داغ قاسم برای تو بس هست تا بازار شام ناده کنی در درون. داغ مرگ اکبران سر و سهی تا قیامت بس ز بهر همرهی. داغ اکبر برای تو بس است تا قیامت. شهر شام و آن هیون بی جهیز. هیون به معنی شتر هست، شترانی که اینها محملی نداشتند، در بر روی شتران اوریان این اسرا رو سوار کردند و تا شام اینها رو بردند. شهر شام و آن هیون بی جهیز بس تو را روز سیه تا رست خیز. چشم عبدالله که یعقوب وی است در ره این یوسف فرخ پی است. این یوسف، این فرزند تو، چشم پدرش به دنبال این فرزند هست، مانند یعقوب نشسته و در نظاره این فرزند هست. چون بشیر آرد به یثرب این خبر چون روا باشد که گوید با پدر، یوسفت در چنگ گرگان کشته شد پیرهن بر خون تن آغشته شد. این کسی که خبر خواهد برد به مدینه به یثرب و به پدر اون خبر خواهد داد که این یوسف تو این بار دیگر به راستی و به حقیقت در چنگ گرگان کشته شد و پیراهنش به خون خودش آغشته شد. خواهرا تو بهر خود میدار باز این مهین کودک که پروردی به ناز. ای خواهر من، این کودک خودت رو نگه دار، این رو بازگیر و برای خود نگه دار. من به اسماعیلت ای هاجر فدا، میدهم اکبر جدا اصغر جدا.
من فرزندانم رو یک یک فدای این اسماعیل تو میکنم. ای خواهر من، بزعه زهرا ز درج چشم تر کرد دامن زین ملامت پرگوهر. ببینید خواهر و برادر دارن چه مکالمه ای میکنن. این میگه که فرزندم رو اجازه بده بره فدای تو بشه، این میگه این اصرار رو نکن بگذار این فرزندت بمونه، و این گریه میکنه، خواهر گریه میکنه. ببینید چه صحنه ای هست در اینجا. بزعه زهرا ز درج چشم تر کرد دامن زین ملامت پرگوهر. گفت که ای دارای تاج سروری، حق آن مهر برادر خواهری، حق آن پهلوی زهرا مام من، وان لبای زهر پالای حسن. قسم میده، قسم میده به مهر برادر خواهری که بینشون هست، قسم میده به پهلوی مادرش، قسم میده به لبان زهرآلوده برادرش. حق آن شبه پیمبر اکبرت که مبین این را روا با خواهرت. قسم میده به فرزندش اکبر که این رو روا ندارد با خواهرش، که برم این ناز پرور نزد با هزاران شرم ساری و حجاب، گویمش که نزد فرزند رسول این کمین قربانیت نامت قبول. ببرم پیش پدرش بگم که این قربانی تو نزد فرزند رسول مورد قبول قرار نگیره، ایشون قبول نکرد این قربانی تو رو. من با چه روی این رو ببرم؟ من با چه شرمساری پیش پدرش ببرم و این رو بگم بهش؟ شاهدین از لابه آن پاکزاد داد آن شهزاده را اذن جهان. اینقدر این خواهر ناله کرد، تمنا کرد تا ابا عبدالله اجازه جنگ داد. میشون دخت زهرا کرد با صد وجد و شوق هدی خود را سوی قربانگاه سوق. با شوق با خوشحالی این قربانی خودش رو به سوی قربانگاه فرستاد. هدی یعنی قربانی. دخت زهرا کرد با صد وجد و شوق هدی خود را سوی قربانگاه سوق. شاهزاده جعفر تیاروار تیغ برکف تاخت سوی کارزار. از نژاد باب و مادر یاد کرد خرمن بی حاصلان برباد کرد. رزمگاه از کشتگان آکنده شد نام پاک جعفر از نو زنده شد. شد چو سیر از خون خصمان عنود پر به سوی جنت المأوا گشود. شد خرامان سوی فردوس برین با شقیق خود محمد شد قرین. ایشون به سمت رزمگاه رفتن و بعد از دلاوری ها و جنگ آوری ها شهید میشن و به سمت جنت المأوا پر میکشن. و در اونجا در آخر میگه که با شقیق خود یعنی با برادر خود محمد در اونجا قرین میشه. و این پایان ذکر شهادت جناب عون ابن عبدالله است. و السلام علیکم و رحمت الله. Oh, wow.